رحمان رحیم تشکر میکنم از حسن استقبال و مهمان نوازی برادرم جناب آقای چاوشوغلو. ما امروز علاوه بر این که در دو مرحله به صورت خصوصی و در جلسه با حضور یکایی که همکارانم در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه گفتگوهای مهم و متنوعی رو داشتیم، بیش از 90 دقیقه با جناب آقای رئیس جمهور اردوغان در مباحث دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی گفتگو و رایزنی کردیم. در این دور از مذاکرات موضوعات دو جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از محورهای اساسی گفتگوهای ما تمرکز بر اجرای هرچه سریع‌تر و کامل‌تر برنامه جامع همکاری‌های راهبردی ایران و ترکیه بود. این برنامه در جریان سفر ماه‌های گذشته جناب آقای اردوغان به تهران به امضا رسید. همچنین در خصوص برنامه ریزی برای سفر آتی آقای دکتر رئیسی به ترکیه گفتگو کردیم. آقای دکتر رئیسی برنامه ای رو برای سفر به ترکیه در روزهای پایانی سال میلادی داشتند. هماهنگی های لازم از طرف همکاران ما در ترکیه به عمل آمده بود، اما به دلیل تراکم کار روزهای پایانی سال از برادرم جناب آقای چاوشوغلو درخواست کردم که این سفر با قدری تأخیر و در زمانی خارج از ایام پرترافیک کاری جناب آقای رئیس جمهور و مقامات کشور دوست و برادر ترکیه انجام بشه. ما امیدوار هستیم که به زودی شاهد انجام این سفر و تحولاتی که در پی اون قرار هست در مناسبات ایجاد بشه و شتاب هرچه بیشتری به همکاری ها داده بشه باشیم. همچنین در خصوص افزایش همکاری ها در حوزه های انرژی، تجاری، فرهنگی، گردشگری، تعاملات مالی، زیست محیطی و سایر موضوعات مورد علاقه گفتگو کردیم، اتفاق نظر داریم و در خصوص رفع برخی از موانع هم نسبت به راه حل‌ها تمرکز داشتیم در گفتگوهایی که با هم انجام دادیم. همکاری در حوزه امنیتی، انتظامی، مبارزه با تروریسم از دیگر موضوعاتی بود که با هم همفکری و همکاری لازم رو در بهترین سطح داریم. در خصوص حجم تبادل تجاری برادرم جناب آقای چاوشوغلو اشاره کردن، علی‌رغم اینکه مناسبات دو کشور در حوزه تجارت و اقتصاد در وضعیت خوبی قرار داره، اما همچنان متناسب با ظرفیت‌های دو کشور نیست. هدف گذاری در این رابطه بین دو کشور وجود داره که در دیدار با آقای رئیس جمهور هم مورد تأکید ایشون قرار گرفت. علاوه بر اون جناب آقای اردوغان راهکارهایی رو برای رسیدن به سقف هدف گذاری شده حجم تبادل تجاری ارائه دادن. همکاری‌های استانی از دیگر موضوعات مورد توجه ما بود. ما اتفاق نظر داریم که بتوانیم در آینده نزدیک سه بازارچه مرزی بین ایران و ترکیه رو فعال سازی بکنیم. به موضوع همکاری در حوزه محیط زیست و آب اشاره کردیم و تأکید بر این که ضروری است تدابیر لازم در خصوص استفاده منصفانه از آب رودخانه ارس مورد توجه قرار بگیره و حقابه تاریخی، عرفی و زیست محیطی مناطق پایین دست به طور کامل رعایت بشه. در این موضوع با همکارانم در ترکیه اتفاق نظر داریم. همونطور که آقای وزیر اشاره کردن، ما در هفته جاری کمیسیون مشترک کنسولی رو با نتایجی خوب
با نگاه به تسهیل هرچه بیشتر گردشگری، تجارت و تردد اتباع دو کشور در تهران برگزار کردیم و با نتایج و دستاوردهای خوبی این کمیسیون همراه بود. از جمله موضوعات مورد توجه تبادل محکومین هست که این میتواند کمک بکند به اینکه نگرانی های خانواده ها کاهش پیدا بکنه و ما پیشرفت محسوسی رو در مذاکرات در این موضوع احساس میکنیم.